سلام از اون سبره خدای خدایان. خب الحمدلله تعالی و المنه، این دهه محرم، دهه آزار و اذیت و سلب آرامش مردم هم به سلامتی تموم شد. ایشالله که تا سال بعد این خرافه پرستی ها برچیده بشه و به حق دست بریده. خلاصه حالا یکی از دوستان مسلمون به شبهه های دشمنان دین، یعنی همون بی خدایان، در مورد حسین و ماجرای کربلا پاسخی دادن. دستش درد نکنه، من میخواستم پاسخ ایشون رو سریع بررسی کنم. در یک کلام بخوام بگم ها، شگرد اسلامیون در این پاسخ دادن ها همون مغالطه معروف پهلوان پنبه است. اینجوریه که نقد بی خدایان رو عوض می کنند، اون رو جور دیگه این نادرست تعریف می کنند، بعد اون عوض شده رو رد می کنند و میگن درستش اینه. درستش چیه؟ نکاتی رو تأکید می کنند که هیچ ربطی به نقد بی خداها نداره. آب داشتن، غسلم کردن شب عاشورا یا حتی صبح عاشورا و تشنه نبودن و چیزای دیگه که مطرح وسط مطرح میشه. این که امام حسین تشنه نبود، آب داشتن، غسل کردند. موضوع این بوده که آخوندها میگن حسین و یارانش در کربلا تشنه بودند و بی خدایان شرح دادند که این بستن آب به سوی دشمن رسم پیامبر بود. در همون جنگ بدر پیامبر چاهای بدر رو به سوی دشمن بست تا تشنه بمونند. خب سپاه یزید هم به روش پیامبر عمل کردند. خب به این نکته که نپرداختند. حرف دیگر بی خدایان این بود که طبق تاریخ اسلام یاران حسین در کربلا مشک ها رو پر آب کرده بودند و به خیمه آورده بودند. حسین و یارانش تشنه نبودند. خیر، البته توجه بکنید، آب بستن بر آب اصلی رو بستن، یعنی اون قضیه اصلی روز هفت محرم بود. اینطور نبود که از اول محرم ها رو ببندن، نه، اون چیزی که آب رو بستن هفت محرم بود. اما خوب توجه کنید، هفتم، هشتم و نهم می توانستند اهل بیت، چون هنوز آرایش جنگی نگرفته بودند، هنوز از روز هفتم قرار نبود دشمن به جنگ، آرایش جنگی و تصمیم قطعی برای جنگ روز دهم بود، روز عاشورا. روز هفتم و هشتم نهم همچنان در حال صحبت و بنابر رفت آمد و این چیزا بودن و دشمن همچنان در حال صحبت بود تا امام حسین مثلا به نفع خودشون قانع بکنه که امام خوب قطعاً زیر بار ذلت نمیره. اما اون آرایش جنگی اصلی روز دهم بود. به همین خاطر روز هفتم، هشتم و نهم درسته که آب بسته بود، ولی می توانستند اهل بیت با و رفتن حضرت عباس و علی اکبر و چندین نفری می رفتن و با هجوم به دشمن آب می گرفتن. پس اینطور نبود که کلا این سه چهار روز آب نداشته باشن اصلا، نه. اصلا یکی از خیمه های حسین خیمه آب بود، مشک های آب رو در اون خیمه نگهداری می کردند. حسین در شب عاشورا نوره کشیده، غسل کرده و خلاصه تاریخ نشون میده که حسین و یارانش در کربلا بی آب نبودند، نیازمند یک مشک آب ابوالفضل نبودند که ابوالفضل بخواد اون مشک رو از این دست بده اون دست، از اون دست بده زیر چونه، از این قصه های بچگونه که در سر منبر تعریف می کنند تا عشق مردم رو در بیارند. همه دروغه. حسین و یارانش در کربلا تا روز آخر آب داشتند. حالا در پاسخ به نقد بی خدایان اونا میان میگن کانالهای ضد اسلامی گفتن که فقط یک سند بیارید در تشنگی امام حسین در روز عاشورا، در حالی که اصلا حرف کانالهای اسلامی این نبوده. بعد سند آوردن که حسین در میدان جنگ که می جنگیده تشنه بوده. خب معلومه کسی که میره در میدان جنگ و می جنگه تشنه میشه، کسی که زخمی بشه، خون ریزی داشته باشه، تشنه میشه. حسین که نمیتونسته یک مشک آب رو با خودش ببره به صحنه جنگ. خب معلومه موقع جنگیدن تشنه میشه. تمام سندهایی که میارن برای اینه که حسین در جنگ، در هنگام جنگیدن تشنه بوده، بله. ولی اصلا موضوع این نبود. موضوع این بود که حسین و یارانش آب داشتند. در خیمه کسی تشنه نبود. علی اصغر تشنه نبود. که حسین بیاد بچه یه چند ماه رو روی دستانش بلند کنه و بگه اگه به من آب نمیدید لااقل به این طفل شیرخواره آب بدید که اونها هم مثلا مطیر بزننش، نه، این قصه دروغ آخوند هاست. اینا رو که جواب نمیدن. بریم به سراغ پاسخشون به شبهه دوم، بحث علی اصغر. میان نقد رو عوض میکنن، میگن بی خداها شبهه مطرح کردن که، یا شبکه‌های ضد اسلام میگن آقا این که تیر به گلوی علی اصغر میخوره، حضرت علی اصغر علیه السلام، دروغه. چطور از راه دور میتونن گلوی نوزاد، اونم نوزاد، نه آدم عادی که گردنش بزرگه، این نوزاد، چطور میتونن تیر بزنن به گلوی نوزاد از راه دور؟ دروغ قضیه علی اصغر. او چطور میشه گلوی نوزاد رو از اون راه دور نشونه گیری کرد و با تیر زد؟ نه، این دروغه، نمیشه.
بعد سند میارن که تیری به گلوی فرزند حسین خورده. دیدید ماجرای علی اصغر دروغ نبود؟ سپس یک نفر قدم بر راه شهادت نهادند. خب یعنی تک تک میرفتند دیگه تا امام تنها ماند و از اهل بیت و فرزندان و خیشانش یک نفر همراه نداشت. یعنی آدمای جنگی منظور. در این حال سوار اسب خیش بود که نوزادی را که در همان ساعت برای او تولد یافته بود به دست وی دادند. پس در گوش او از آن گفت و کام او را بر می داشت که تیری در گلوی کودک نشست و او را سر برید. تیری در آقای ضد اسلامی که میگی چطور از راه دور تیر به گلو میخوره. سند بیار بفرماینم. سند از تاریخ یعقوبی قرن سوم دارم به سند میدم. تیری در گلوی کودک نشست. در گلوی کودک. آقا این که میگه نوزاد هم روز به دنیا علی اصغر 6 ماهه بود. ببین این چیز بارها من گفتم تو بحث مهدویت، بارها دوستانم گفتیم در تاریخ تولد و شهادت و این چیزا اختلافات زیاد داریم. مهم اصل قضیه است که یک نوزادی امام حسین داشت در روز عاشورا به نام عبدالله که لقبش الا علی اصغر، ولی اسمش عبدالله بود، لقبش علی اصغر. این قطعی است. حالا اینکه 6 ماهه بود، 3 ماهه بود یا همون یک روزه بود و می اومد، اینا یه اختلافات تاریخی. مهم اصل قضیه است. اینو یادتون باشه. ما راجع به خود امام زمانم انگار ایرادی بی خدایان فقط این بوده که دقیقاً گلو نشانه گیری شده و این امکان نداره. نه بابا، من در کلیپ اخیر خودم از طبری آوردم که کودک حسین در بغلش تیر خورده و کشته شده. موضوع اینه که اون قصه حسین که علی اصغر تشنه رو بر روی دست گرفته اون دروغ بوده. بعد نقد اصلی ما که اصلا بهش نپرداختند این بود که این حسین، این مثلا امام المسلمین، این مثلا بابای اون بچه باید دور از جون، چطور بگم که بهشون بر نخوره، باید عقلش میرسید که بچه رو در تیررس دشمن نیاره. نقد ما این بود حسین ایستاده روبروی دشمن بچه بغل گرفته، مگه بچه سپره؟ اون پسر برادرش حسن رو، قاسم ابن الحسن رو که با سن کم به میدان جنگ فرستاد و او رو بی خودی به کشتن داد، در حالی که اگه حتی پیامبر بود ها چنین نمی کرد که بچه نابالغ رو به میدان جنگ بفرسته. اما حسین این کار رو کرد. حسین اون برادر زاده رو به کشتن داد. حالا در حق فرزند خودش، چه نوزاد یک روزه، چه 6 ماهه، چه 6 ساله، هرچی، در حق بچه خودش لااقل پدری می کرد و او رو در تیررس دشمن قرار نمی داد که کشته بشه. نمی شد؟ اگه حسین این کار رو نمی کرد حتما دین جدش محمد از بین می رفت. آره؟ آخه حسین کدوم کارش عاقلانه بود که پدری کردنش عاقلانه باشه؟ اینا رو جواب بدید، نه اینکه از راه دور نشانگیری گلو رو کرده یا نکرده. موضوع اصلا این نیست. حسین از خروجش از مکه تا بردن زن و بچه، تا غارت اون کاروان یزید، تا اصرارش به رفتن به کوفه، تا به کشتن دادن همه یارانش، همه اشتباه بوده. یک کار درست انجام نداده، یک کار عاقلانه نداشته. هر کس هم بهش گفته نپذیرفته، گوش شنوا نداشته. حالا تو سر و سینمون بزنیم که یک نفر، ببخشید، بیعقل بر سر خیال خام خلافت خودش و بچه‌هاشو به کشتن داده. خب بریم به سراغ نکته بعدیشون. یا اصلا بعضی ها حتی جالبه یک عده خیلی پا رو فراتر میگذارن در تطهیر یزید علیه اللعنه. میگن آقا کی گفته یزید فرمان قتل امام حسین رو داد؟ امام حسین خودش خواست حکومت بکنه، اومد مسئول کوفه، ابن زیاد هم حاکم کوفه بود، نخواست بگذاره امام حسین حکومت بکنه. یزید این وسط چی کاره بود؟ دعوا بین امام حسین و ابن زیاد بود. خیر، اصلا شبهه این نیست. هیچ خلیفه‌ای بیعت گرفتن دیگری رو نمیپذیره و اون موقع حکم چنین طغیانی مرگ بود. و اما نکته آخرشون، بستن آب و دیدار در کربلا. این چرا مهمه؟ این چرا مهمه؟ چون یکی از شبهاتی که دشمنا مطرح میکنن این هستش که آقا امام حسین مگه نمیخواست بره کوفه؟ خب کوفه اون وره، کربلا این وره، واسه چی مثلا خب میرفت کوفه دیگه؟ اصلا راه کوفه از کربلا نمیگذره که، واسه چی کربلا میخواست بره؟ واسه چی کربلا رفت؟ نمیفهمن که آقا راه رو بستن و امام تغییر مسیر داد. راه رو بستن و امام تغییر مسیر داد به سمت کربلا، ولی راه به سمت کوفه داشت میرفت. خیر، راه رو نبستند، راه کوفه رو نبستند. راه رو بستن و امام تغییر مسیر داد به سمت کربلا، ولی راه به سمت کوفه داشت میرفت. اما ما دقیقا از خود تاریخ طبری سند میاریم که بله این دیدار و این جنگ و این آب بستن در خود کربلا بود. ببینید
او شبهه این نیست که این واقعه در خود کربلا بوده یا جای دیگه، نه بحث این نیست. اینا برای خودشون شبهه های الکی می تراشند تا اونا رو جواب بدن. بحث اینه که برخلاف ادعای ایشون هیچ کس جلوی حرکت حسین به کوفه رو نگرفت، خیر، بلکه برعکس، اصلا سپاه حر اومده بودند که به حسین بگن بیا با هم بریم کوفه، نه اینکه حر جلوی حرکت حسین به سمت کوفه رو گرفته باشه، خیر. حر مأموریت داشت که جلوی بازگشت حسین رو بگیره، نگذار حسین به مکه یا مدینه برگرده. امام حسین به سوی، بازم تاریخ طبری جلد دوم صفحه 179، امام حسین به سوی عراق رهسپار بود و چون به قطقطانه رسید از کشته شدن مسلم خبر داد. عبیدالله بن زیاد چون از نزدیک شدن امام به کوفه اطلاع یافت، حر بن یزید را فرستاد، همون حر دیگه، تا او را از بازگشتن جلو گرفت و سپس از بازگشتنش جلوگیری کرد، نه از مسیرش به سمت کوفه. تا او را از بازگشتن جلو گرفت و سپس عمر بن سعد ابی وقاص را با لشکری بر سر راه او فرستاد و در جایی نزدیک فرات به نام کربلا، خوب گوش کنید، در جایی نزدیک فرات به نام کربلا با امام حسین روبرو شدند. از صریحا تاریخ یعقوبی اشاره میکنه که این جنگ در کربلا بود. بله، یه شبهه برای خودشون میسازند و اون رو جواب میدن. بدرود دوستان.